تنین شعار مرگ بر دیکتاتور در کرج در شب سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، اعتراض مردم به طرح ننگین سبد کالا در شهرهای سنندج، تهران، سوسنگرد و آبادان، اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در آبادان، سمنان و دهلوران، اعتراض های مردمی در اهواز و شادگان، گوشمالی دادن ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی در قزوین و قائم شهر. جوانان کرج شب 22 بهمن به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی شعار مرگ بر دیکتاتور را بر روی پشت بام خانه ها تنین انداز کردند. 4 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین روز شنبه 19 بهمن با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در منطقه پارچین قزوین درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. این ماموران در صدد اذیت و آزار دانشجویان به بهانه های واهی بودند. مردم خشمگین شاهی قائم شهر، یکی از سرکردگان نیروی انتظامی در این شهر را در اعتراض به جمع‌آوری بدون دلیل خودروها گوشمالی دادند. این موضوع رئیس راهنمایی و رانندگی شاهی قائم شهر بود. جمعی از کارگران سنندج روز یکشنبه 20 بهمن در اعتراض به نحوه اجرای طرح اهانت‌آمیز توزیع سبد کالا تجمع کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی از تهران، شماری از مردم نسیم شهر روز دوشنبه 21 بهمن در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و به طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا اعتراض کردند. در شهر سوسنگرد 6 تن به خاطر ازدحام در صف توزیع سبد کالا زیر دست و پا مجروح شدند. این امر باعث خشم مردم از رژیم آخوندی شد. گروهی از مردم آبادان روز یکشنبه 20 بهمن در مقابل یکی از مراکز توزیع سبد کالا در این شهر تجمع کردند و به نحوه اجرای این طرح ننگین اعتراض کردند. مردم منطقه 11 تهران از جمله اهالی خیابان جمهوری و خیابان شیخ هادی روز شنبه 19 بهمن ماه جاری در اعتراض به قطعی آب و برق در این مناطق تجمع کردند. بیش از 1000 نفر از مردم شادگان در استان خوزستان در اعتراض به خشک شدن تالاب شادگان تجمع کردند. تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود ما میخواهیم زنده بمانیم. جمعی از مردم اهواز روز شنبه 19 بهمن ماه در اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. رانندگان سرویس های حمل و نقل دانشگاه پیام نور خرم‌آباد روز یکشنبه 20 بهمن ماه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها اعتصاب کردند. جمعی از کارگران پالایشگاه آبادان روز پنجشنبه 17 بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کردند. کارگران و کارکنان شرکت نفت چشم خوش در منطقه دشت عباس دهلوران روز شنبه 19 بهمن در اعتراض به پایین بودن حقوقشان و بالا بودن زمان تجمع کردند. کارگران کارخانه گچ سمنان ساعت 11 صبح روز شنبه 19 بهمن دست به اعتصاب زدند. آنها به وضعیت بد بهداشتی و خصوصاً آلودگی فضای داخلی کارخانه اعتراض کردند.